کالیا لینوکس، محبوب ترین سیستم عامل دنیای هک اخلاقی و تست نفوذ، یک یوزر اکانت اصلی به اسم روت داره که در صورتی که بتونیم با روت لاگین کنیم میتونیم به تمام تنظیمات و اطلاعات کالی دسترسی فول و نامحدود داشته باشیم. از طرفی توی پروسه نصب کالی یا بعد از اون میتونیم یوزر اکانت های متفاوتی رو ایجاد کنیم و سطح دسترسی های مختلفی رو به اون یوزر اکانت خاص اساین کنیم. حالا مسئله ای که پیش میاد اینه که گاهی اوقات اگر ما از کالی فاصله بگیریم، مدتی باهاش کار نکنیم، ممکنه که یوزر اکانت یوزر روت یا سایر روی یوزر اکانت های اون رو فراموش کنیم. یا یعنی اینکه نه، یه کامپیوتر کالی از یه جایی به یه نحوی به دست ما میرسه که پسوردش رو نداریم، میخواییم به یه شکلی پسوردمون رو دور بزنیم و بتونیم به کالی لاگین کنیم. حالا سوالی که پیش میاد اینه، با توجه به امنیت بسیار بالای لینوکس، آیا میشه پسورد یوزر اکانت های اون رو بایپاس کرد؟ آیا میتونیم بدون داشتن پسورد یوزر های کالی به این سیستم عامل قدرتمند لاگین کنیم؟ البته که میشه. توی اپیزود امروز یادتون میدم که چطوری با دست خالی بدون داشتن هیچ ابزار یا نرم افزار خاصی توی ظرف کمتر از 2-3 دقیقه پسورد یوزر اکانت روت یا هر یوزر اکانت دیگه که روی کالی تعریف شده رو ریسیت کنین، بایپاس کنین و بتونید بدون داشتن پسورد به این سیستم عامل قدرتمند لاگین کنین. توی این اپیزود جذاب با من همراه باشید. قبل از شروع باید بگم که اگر ویدیوهای هوش سپید رو دوست داری، لطفاً با لایک و کامنت و شیر کردن ویدیوها از گروه هوش سپید حمایت کن. متشکرم. خیلی خب، برای شروع من کامپیوتر کالی خودم رو لانچ کردم. اینجا یوزر اکانتی من دارم، از قبل تایپ کردم، حالا دارم میبینمش. اصلا شما فرض کن هیچ یوزر اکانتی هم اینجا نیست. من الان میخوام به کالی لاگین کنم. تنها چیزی که میدونم اینه که یوزر اکانت دیفالت به اسم روت داره، اما پسوردش رو ندارم. دو سه تا پسوردم که هر چیزم درسته میزنم، اما اجازه دسترسی به من نمیده چون که پسوردم اشتباه. حالا چطوری میتونیم این پسورد رو ریسیت کنیم؟ تنها کاری که باید انجام بدم، یعنی اولین کاری که باید انجام بدم، اینه که بیام کالی رو ریبوتش کنم، به نوعی ریسیتش کنم. میام ریستارتش میکنم. خب توی بوتلودر کالی ما دوتا آپشن داریم. اینجا دوتا آپشن هست، کاری با اینا نداریم. توی همین محیط، توی همین قسمتی که هست، کلید ای رو فشار میدیم، کلید ای کیبورد که مخفف ادیت هست. میام پایین، سعی میکنم بیام به انتهای این لیست، آخرای این لیست و دنبال یه قسمتی میگردم که معمولا خط ستا مونده به آخره، که این اصطلاح سینگل، حالا اینجا سینگل ممکنه برای شما اسپلش باشه. خب این رو بتونم ببینم سینگل یا اسپلش. ببین آخر و آخر، خط ستا مونده به آخر، میام اینجا یه بک میزنم، این آر او رو تبدیل به آر دبلیو میکنم. این رید اونلی بود، الان رید و رایت میشه. بعدش میرم جلوتر، بعد از سینگل یا اسپلش یا اسپیس میزنم، کد init مساویه slash bin slash bash رو به انتهای این لاین اضافه میکنم. بعدش برای اینکه سیو بشه که تای ترکیب کنترل و ایکس رو میگیرم. مجددا بوتلودر نمایش داده میشه، یه اینتر میزنم و منتظر میمونم که کالی لود بشه، یعنی وارد یه محیط خاصی بشم. خیلی خب، کالی توی یه محیط خاصی بود میشه. من هیچ یو آی خاصی ندارم، اما چیزی که خیلی جالب و جذابه اینه که اگر به ابتدای لاین کرسر دقت کنید، من اینجا یوزر روت رو دارم میبینم، یعنی موفق شدم با روت لاگین کنم بدون پسورد. الان تنها کاری که باید انجام بدم اینه که پسورد روت رو عوض کنم. هیچ دسترسی سودو هم نمیخواد چون با روت لاگین کردم. برای حرکت دستور پس WD یه اینتر میگه خب نیو پسورد رو بده، ظاهرا میتونم پسورد جدید تایپ کنم. یه پسوردی میدم، همون پسورد رو کانفرم میکنم. خیلی خب، پسورد آپدیتد سکسسفولی. خب پسورد روت رو من تا
تغییر دادم، ریست کردم. حالا ممکنه که بگید پسورد بقیه یوزر اکانت چی؟ من میخوام ببینم اصلا چه یوزر اکانتی دارم یا از قبل این سیستم بوده که اگه دوست داشته باشم بتونم پسورد اونها رو هم تغییر بدم. برای دیدن لیست یوزر اکانت ها دستور cat/etc/passwd رو اجرا میکنه. یه لیست از تمام یوزر اکانت های سیستمی به من نمایش داده میشه. اگر اینجا حالا من متاسفانه امکان هایلایت کردن ندارم توی این محیط، اما اگر به یه لاین بالاتر از کرسر نگاه کنیم، یوزر اکانت هست به اسم جونیور که من یادم یوزر اکانت خودم ساخته بودم. دوباره چند تا لاین بریم بالاتر، یوزر اکانت هوش سفید رو هم میتونم اینجا ببینم. به همین ترتیب هر یوزر اکانتی که روی این سیستم وجود داشته باشه تو این لیست نمایش داده میشه. من الان مثلا میخوام یوزر اکانت هوش سفید رو هم پسوردش رو ریسیت کنه. برای حرکت دستور passwd هوش سفید رو اجرا میکنم. میگه خب پسوردش رو هم بده، پسورد جدید. یه پسوردی رو تایپ میکنم، یه پسورد ساده هم میزنم، مثلا 1-8 که مطمئن باشم قبل از این استفاده نکردم. بسیار خوب، کار تموم میشه. حالا تنها کاری که باید انجام بدم اینه که کالی رو ریبوت کنم، بیارم بالا با همین پسوردهایی که ست کردم تست کنم، مطمئن بشم که کار میکنی یا نه. حالا چون محیط ویرچوال هست، اینجا توی تب مشین کید ریست رو انتخاب میکنم و منتظر میشم کالی به صورت نرمال بوت بشه. این دفعه توی این بوت لودری که نمایش داده میشم، این آپشن اول کالی گنو لینوکس رو انتخاب میکنم یا اینتر میزنم. خیلی خب، وارد در اصل لاگان پیج کالی میشم. اول روت رو تست کنیم. اینجا با عنوان یوزر اکانت تایپ کنم روت و پسوردم 1-8. اینتر میزنم و توی اتفاق خارق‌العاده یوزر اکانت و پسورد تایید میشه و من موفق میشم با یوزر اکانت روتی که پسورد اون رو هم نداشتم به کامپیوتر کالی لاگین کنم. حالا برمیگردیم، من یه بار این رو لاگ آف میکنم، یوزر اکانت هوش سفید رو هم تست کنیم که خیالمون راحت بشه. اینجا تایپ میکنم با عنوان یوزر اکانت هوش سفید و پسورد 1-8 اینتر و همونطور که میبینید یوزر اکانت هوش سفیدم تایید میشه، اوکی میشه و با این یوزر اکانت هم میتونم به کالی خودم لاگین کنم. به این ترتیب شما میتونید پسورد هر یوزر اکانتی روی کالی رو بایپاس کنید و بنا به هر دلیلی اگر فراموش کردین یا هر داستان دیگه ای مجددا بتونید به کامپیوتر کالی لاگین کنید. یکی از ملزومات کالی، کار با کالی، اینه که یه اینترنت فعال روی کامپیوتر کالی لینوکستون داشته باشه. حالا یه وقتایی پیش میاد با تنظیمات اینترنت رو انجام دادیم، اینترنتمون کانکت اوکیه، اما به کالی که لاگین میکنیم به اینترنت دسترسی نداریم. ما قبلا یه ویدیوی کامل ساختیم در رابطه با ترابل شوتینگ یا رفع اشکال دسترسی به اینترنت توی کالی لینوکس. اگر توی کامپیوتر کالیتون به اینترنت دسترسی ندارین، حالا یا دسترسی دارین وبسایت نمیتونین باز کنین، این ویدیو رو لینکش رو اینجا میذارم، دوست داشتید من این ویدیو رو ببینید و با اون مکانیزمی که اونجا توضیح دادم قطعا میتونید مشکل عدم دسترسی به اینترنت رو توی کالی برطرف کنید. اگر هم سوالی، داستانی، مشکلی، مسئله‌ای داشتین حتما توی کامنت ها بپرسید. با عشق جواب بدیم. بدرود.